سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه نگرش نو. من زهره حقبالی هستم از رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و در ادامه گفتگوهایی که در هفته‌های گذشته با سرکار خانم دکتر میترا بابک متخصص روانکاوی و پژوهشگر داشتیم، مبحث نظم رو این هفته هم پیش می‌گیریم. سلام به شما خانم دکتر بابک عزیز، ممنون که دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. بفرمایین باب گفتگو رو با شنوندگان باز کنیم تا بریم سراغ سوالات. من درود و سلام به شما و همه عزیزان که شنونده برنامه شما هستن. اگه یادتون باشه در مورد کودک و جنین و نوزاد شروع کردیم، به نوجوان رسیدیم و فکر میکنم این بار داریم میرسیم به نزد برای هر انسانی، یعنی وقتی بالغ میشیم. بریم ببینیم که حالا یک بالغ چی کار باید بکنه که نظم پیدا کنه. بله، مسلمه هیچ کس نیست که اهمیت نظم رو تو زندگیش انکار کنه و هم دوست دارن خب منظم باشن، اما خیلی از بزرگسالان هستن که واقعا از هرج و مرج و بی‌نظمی که تو زندگیشون هست احساس درموندگی میکنن و نمیدوننم که باید چجوری نظم رو تو زندگیشون حاکم کنن. هر روزم این بی‌نظمی استرسشون رو بیشتر میکنه و تو روابطشون بین افراد خانواده و حتی تو جامعه هم تاثیر میذاره. سوال اول ما از حضور شما این هست که چه راه حلی برای این افراد پیشنهاد میکنین تا بتونن نظم به صورت یه عادت مستمر در زندگیشون در بیارن و بهره‌وری بهتری از زندگی و تایمشون داشته باشن؟ ببینید، اولا که در درجه اول اگر ما خیلی خوشبخت باشیم، از کودکی به ما نظم و پدر مادر با نظممون، ولی نه وسواسی. حالا در موردش صحبت میکنم، برای اینکه فرق هست بین انسان وسواسی و انسان منظم. و اگر یک کودکی بخت یارش کرده باشه و یک پدر مادر منظمی داشته باشه و یاد بده به کودک نظمش رو با بازی و به نسبت سن بهش یاد داده باشه، خب این دیگه میشه یک روتین منظم، یک انضباط منظم که دیگه مشکلی نداره. انسان وقتی که بالغ میشه مشکل خودش مشکل بزرگی نداره. ولی بسیاری از ما یا گرفتار پدر مادر وسواس، پدر و یا مادر وسواسی هستیم که به نوعی خودمون رو بیمارتر کرده، و یا اینکه نه پدر یا مادری داشتیم که هیچ نظمی نداشته و این باعث شده که حالا ما خودمون ممکنه که گرفتار شدیم، چون حالا دبیرستان، دانشگاه، سر کار، یک انسان بالغ، زن، دختر، مهردخت و یا مهربان من میگم هستم، حالا میخوام نظم داشته باشم، شب امتحانمه، موقع کارمه، برای کارم، برای زندگی مثلا اتاقم، خونم، زندگیم، همسرم، و احساس میکنم که نظم خاصی ندارم و این چقدر میتونه به خود انسان استرس و استراب وارد بکنه، چون خود داشتن نظم باعث میشه که انسان به یک آسایش خاطری برسه. اما نگران نباشیم اگر که با نظم بزرگ نشدیم، نگران نباشیم اگر که احیانا وسواسی شدیم به خاطر اینکه پدر یا مادر وسواسی داشتیم، نگران نباشیم از اینی که چون اونا وسواسی بودن حال من بی نهایت بی نظم یا لب کلام شلخته شدم، چون این اتفاق هم میفته. انسان وقتی که در برابر یک در یک خانه و خانه وسواسی بزرگ میشه، یک کودک ممکنه که خیلی وسواسی بشه و یک کودک دیگه، یک فرزند دیگه دقیقا برعکسش برخورد کنه، چون یک خشم و یک لجبازی وارد وجود افکارش و احساسش و رفتارش میشه و نمیخواد مثل اون رفتار بکنه، اما به هر حال هر دوش ما رو گرفتار میکنه. و نظم خیلی باعث موفقیت، یعنی اکثر کسانی که نظم بهتری داشتند وقتی که تحقیق میکنیم میبینی که اونها بیشتر تونستن موفق بشن تا آدم هایی که بی نظم بودن. اصل قضیه، کار خیلی خیلی مهم اینه که من ضعف های خودم رو نگاه کنم، یعنی بخون به کلاه خودم رو برای خودم بازی کنم، بشینم فکر کنم ببینم در چه مواردی من بی‌نظمم، چه ضعفایی دارم،
اینو باید خودم آیدنتیفای و یا پیداش کنم، آگاه بشم ازش، اعتراف بکنم به خودم با یک چشم بصیرت، ولی من نه چشم انتقادی که خودم رو تحقیر کنم، بلکه با یک دید بصیرتی که میخوام ضعفم رو از بین ببرم. این اول باید پیدا بکنم که در چه مواردی من احیانا مشکل بی‌نظمی دارم. خیلی مهمه. ببینید، ما آزادی باید داشته باشیم، اما آزادی بیش از حد بی‌قانونی و بی‌نظمی میاره. کشورها رو نگاه کنیم، شهرها رو، حالا به کشور خودمون نگاه نکنیم که شده قانون جنگل، ولی به طور کلی قانون خیلی مهمه، چون خود آزادی حد و مرز داره. در مورد نظم قرار گرفتنم دقیقا همونطوره. من باید آزادی مشروط، یعنی یه آزادی که شرط میذارم براش، بی قید و شرط نیست. یعنی چی؟ یعنی یه برنامه ریزی که میکنم، اگر نگرانم که ممکنه جلو آزادی میگرفته، به خودم میگم جلو آزادی رو نگرفته، به موقع به فرض فیلم رو نگاه میکنم، به موقع گیمم رو بازی میکنم، هر کاری که میخوام بکنم. چون اگر ما با شدت خیلی زیادی بریم جلو به خاطر اینکه خودمون رو میخوایم تصدیق کنیم، خیلی خطرناکه. اگر و به همین دلیل خیلی مهمه که ما حواسمون باشه. ببینید، کسی که میخواد رژیم بگیره، یه دفعه دیدین بعضی یه دفعه شروع میکنن برای اینکه برای رژیم گرفتنشون شدیداً شروع میکنن به غذا نخوردن، یعنی یه حالت افراطی رو شروع میکنن، یا ورزش افراطی رو شروع میکنن، یا درس خوندن افراطی رو شروع میکنن. زمانی که افراط بیاد وسط، متاسفانه انسان زود خسته میشه و زود زده میشه، گشنگی بهش وارد میشه، ناراحت، نگران، دوست نداره که گشنه باشه، برای اینکه خیلی خودش رو مثلا شکم میده، خودش خالی نگه داشته، یا رفته ورزش سنگین و تند و تون کرده، خودش رو خیلی خسته کرده، وقتی برمیگرده تمام عضلاتش درد گرفته، بعد دیگه میترسه، میگه وای کمرم درد گرفت، پاهم درد گرفت، و نمیکنه. یعنی تداوم انسان نمیده به خودش وقتی که یه دفعه شروع کنه. ما باید یاد بگیریم استپ بای استپ، پله پله استپ بای استپ بریم جلو. پله پله میگم اوکی، از امروز به فرض انقدر، حالا ما فوکوسی نداریم در مورد چه مسئله میخوایم نظم داشته باشیم، من کلی دارم صحبت میکنم، به همین دلیل مثالایی میارم که فقط جا بیفته. فرض کنیم من میخوام برم ورزش کنم، بار اول 20 دقیقه میرم میدوام، 20 دقیقه میرم راه میرم، 20 دقیقه میرم با ماشینا توی جیم حرکت های مختلف انجام میدم، اما اگرم خسته شدم استاپ میکنم، خودمو نمیکشم که باید حتما 20 دقیقه باشه، چون بدن من آمادگی نداره. بهتره که دفعه روز بعد، دو روز بعد، یه مقدار وقت بعدم بیشترش میکنم. این خیلی مهمه که انسان تو ذوقش نخوره و به خودش بهانه نده. ببین، ما به دنبال بهانه ایم اصولا برای هر چیزی که نمیتونیم، نمیخوایم انجام بدیم و یا فکر میکنیم خیلی سخته، بهانه جویی میکنیم و همین باعث میشه که توجیه کنیم خودمون. پس استپ با استپ میریم جلو، شرط و مشروط هم برای خودمون میذاریم، یک برنامه ریزی برای خودمون میکنیم. خیلی راحت برای خودت بشین شنبه شنبه دو شنبه، ساعتاش هم برای خودت بنویس، فرق میکنه دانشجوی، دانش آموزی، سر کارتی، کارت عقب مونده، یا به فرض همسر توی خونه هستی، بچه داری، بچه نداری، تو هر شرایطی مجرد هستی، تو هر شرایطی که هستی، اون هدفی رو که میخوای بهش برسی رو باید حواسمون باشه که تو ذوقمون نخوره و اون پله ها رو آروم 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 بریم جلو. پس تو هر مواردی ما میشینیم برای خودمون برنامه ریزی میکنیم که روز دوشنبه از این ساعت تا این ساعت این کارو میکنم، از این ساعت تا این ساعت این کارو میکنم. این به خود من یه احساس نظم میده، یه جدول بندی میده، و این جدول بندی باعث میشه که من خودمو کنترل کنم. اگر به فرض نشستم دارم درسام میخونم، یه دفعه حواس میکنم که برم یه چیزی که دوست دارم بخورم، و به خودم میگم نگران نباش، اینی که تموم شد میگم اون چیزی که حتی اگر تو رژیم غذایی هستی، حتی اگر تو رژیم غذایی هستی، یا یه دفعه دلت یه چیزی، یه شیرینی میخواد، هر چیزی که برات خیلی هم ضرر داره، به نظر من
تو مایند خودت نگه دار، ولی به مقدار خیلی 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 کوچیک و کمشو، نه خیلی زیاد، بسیار کمشو بگو. اگر که این کارو بکنی جایزه میده، این خودمون به خودمون جایزه بدیم، این به آدم انگیزه میده، این به انسان، به انسان مهم نیست چند سالشه، اون جایزه گرفتن و باری کلا گفتن و تشویق گفتن به خود آدم یا به دیگری اعجاز میکنه. پس به خودم میگم اگر این کارم تموم شد، به فرض میرم گیمم رو بازی میکنم، وقتی این کارم تموم شد میرم اون شیرینی، حتی شیرینی که دوست دارم و انقدر کوچولوشو میخورم، هیچ اتفاقی نمیفته. نگران نباشیم که وای الان واقعا الان چاق شدم دوباره، منتها به شرطی که بسیار مقدارش کم باشه، چون سایکولوژیکلی یعنی از دید روانشناسی من به خواسته که عاشقش بودم و دوستش داشتم و هلاک بودم و مثلش، هنوز به دستم میرسه، منتها به مقدار بسیار منطقی کنترل شده و بسیار کم. کار مداوم خیلی مهمه. یعنی وقتی که من ببینید، من از خودم، من همیشه از خودم مثال میزنم، من 4 بار ستون فقراتم عمل کردم به خاطر یک کار خیلی زیاد، سرویس برای نشنال هلت به اداره بهداشت بهسیستی به 4 زبان درست کردم که همه کارا، کلاسای مختلف، همش هم رو دوش خودم بود، حتی ادمینام خودم بودم، به من خیلی فشار بود، ولی مداوم کارم انجام میدادم. به هر حال این عملها، عمل اول و عمل دوم، درس بزرگی تو زندگیم بود، خیلی به نفعم شد. من هیچ وقت تو زندگیم وزن بالایی نداشتم، اما اهل ورزش نبودم، اهل رقصیدن بودم، ولی اهل ورزش کردن مداوم هرگز نبودم تو زندگیم. در وقتی که کمر دردم حتی بعد از عمل ادامه داشت، متخصصین به من گفتن که بهترین کاری که باید بکنی اینه که تو ورزش مداوم بکنی، و واقعا به قول انگلیسی ها بلسینگ شد، یعنی خیلی به نفعم شد. اون اتفاق بعد که نزدیک بود حتی فلج بشم عمل دوم، به من یه درس بزرگی داد که تا الانی که دارم با شما صحبت میکنم، یک احساس مسئولیت و وظیفه مداوم به من داد که توی آب در هفته 2 بار رفتم، شروع کردم با حرکت 20 تا 20 تا، مدلای مختلف 20 تا میشمردم، دردم داشتم ولی متوقف نکردم خودم و قرص مسکن میخوندم بعد از عملم میرفتم، و از 20 تا 20 تا آروم آروم به هر حرکتی به 400 تا رسید. اصلا من به خودم فشار نیاوردم و تا الانم که حالا کرونا هست و جیم بسته است، نه ولی هر روز 1 ساعت راه میرم. میخوام بدونیم که تداوم چقدر مهمه. پس باید حواسمون باشه این احساس مسئولیت منه، این احساس وظیفه منه. تداوم خودش خیلی آرامش میده. دقت کنین کسان که نماز میخونن، نماز از روی واجب میخونن، و وقتی هم که نمیخونن، چون عادت و واجبه و ثواب میکنن و اگر نخونن گناه میکنن، با این دید نگاه میکنن، دقت کردی وقتی که نمیخونن چقدر عذاب وجدان میگیرن؟ یه دلهوره عجیبی توی وجودشون میفته که وای نمازم چی شد، یه چیزی میگفتن و نمازم نخوندن. ورزش کردن، کار مداوم کردن، نظم دادن، اصلا نمیخوایم احساس گناه به ما بده، احساس بد به ما بده، ولی احساس وظیفه به ما بده، احساس مسئولیت به ما بده. و چون خوشبختانه کاری به ثواب نداره، بلکه دقیقا به یک آرامشی من میرسم وقتی که کارم انجام دادم، درسم رو خوندم، ورزشم رو کردم، غذام رو پختم و از رختار رو شستم، خونه رو جارو کردم، اینا همه به من آرامش خیلی خوب میده. خانمایی که عاشق این سریال ها هستین، مخصوصا سریال های ترکی، خب این سریال ها که دیگه هستش، هر ثانیه هم که بخواییم میتونی برین سراغش. پس نظمتون رو اول انجام بدید و بعد بشینید با خیال راحت سریالتون رو تماشا کنید، و لطفا در کنار سریالتونم مسائل جدی اجتماعی سیاسی رو حتما حتما یه نگاهی هر روز بهش بکنید. این تداوم به ما احساس اعتماد به نفس و حرمت نفس میده، شدیداً استرس رو از ما کم میکنه. یعنی واقعا خب خیلی خیلی احتیاج نیست اصلا من بگم، چون برای یه لحظه منطقی فکر بکنیم، وقتی ما کارمون رو انجام دادیم با خیال راحت میشینیم،
ولی وقتی کارمون و وظیفمون رو انجام نمیدیم دلهوره میگیریم، دلشوره میگیریم و خیلی از ما ممکنه که اختلال استراب بگیریم، حمله های استراب به ما دست بده به خاطر نداشتن نظم و نداشتن اون نظم و وظیفه که باید انجام میدادیم. و هرگز خواهشی که من از همه دارم اینه که حد متوسط تعادل رو همیشه در همه شرایط ما باید حفظ کنیم. یه روزی که خسته بودی، رفتی ورزش داری میکنی، دیدی نمیکشی، استاپ کن، هیچ اتفاقی نمیاد. یه روزی که میبی احساس میکنی حوصله نداری، نمیخوای اصلا اون روز ظرف بشوری، هیچ اشکالی نداره، اون روز ظرف رو نشوری، آسمون به زمین نمیاد. اما نکن حبیتو، نکن که کار همیشگی دوباره تنبلی رو پیش نگیریم. حال و روز روح و روان و جسممون و حواسمون بهش باشه، اما بهانه نیاد دستمون که دوباره تنبلی و بی‌نظمی بیاد سراغ ما. فرداش با خیال راحت ظرفتو بشو، با خیال راحت درستو بخون و کاری که میخوای انجام، چون بعضی مواقع ممکنه که وقتی ذهن ما و یا جسم ما آمادگی نداره که ما روتین مداوم خودمون رو انجام بدیم، هیچ اشکال نداره. پس تعادل خیلی خیلی مهمه و بعد خودمون رو هرگز ایزوله نکنیم، که دیدیم بعضی از خانواده ها واقعا خیلی بچه هاشون رو اذیت میکنن. بارها ما شنیدیم به کودک و نوجوان و جوانشون میگن درس 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 درس، فردا که بزرگ شدی، درست تموم شد، دانشگاه تموم شد، دکتراتو گرفتی، به هر کاری که دلت خواست بکن. ای بابا، من که اون موقع دیگه کودک نیستم، من که اون موقع دیگه نوجوان نیستم. بهترین زمان تجارب تلخ و شیرین زندگیمو به خاطر درس از من گرفتید. اینا خیلی اشتباهه. کودک، نوجوان، جوان، انسان به طور کلی باید فان خودش رو، تفریح خودش رو در کنار احساس وظیفش داشته باشه تا بتونه یک انسان سالم خودش رو تقدیم جامعه بکنه و خانواده که بعداً تشکیل میده. دیدن خانواده، با دوستا بودن، فان داشتن خیلی مهمه. حتماً حتماً تو جدولمون باید اینا رو بذاریم، حتماً باید بذاریم، هر چیزی که دوست داریم. انسان‌ها با هم خیلی متفاوتن. اگر احیاناً میبینیم یکی سمبول و الگو خیلی مهمه، یکی برامون جالبه که چقدر کارش منظمه، اشکال نداره، خیلی خوبه که الگو برداری بکنیم. من میخوام مثل تو باشم، من میخوام مثل اون باشم و تلاش بکنیم که تا اونجایی که در توانمون هست از این الگو برداری و سمبول برداری استفاده مثبت بکنیم. انقدر تو وقتمون صرفه‌جویی میشه وقتی که ما برنامه روزی داشته باشیم، انقدر احساس آرامش به ما دست میده. حتی از نظر مالی چقدر صرفه‌جویی میشه، چقدر انسان بی‌نظم وسائل داره ولی چون نمیدونه کجا گذاشته مجبوره بره دوباره بخره، دوباره بره کتابش بخره، دوباره بره چیزایی که میدونه یه روزی خریده بود ولی حالا نمیدونه کجا گذاشته، و این باعث میشه که دوباره هزینه خرج بکنه و بعد بره دوباره بخره. حواسمون باشه که پیشرفت و موفقیت و آسایش و به هدف رسیدن، همه اینا در کنار یک نظم متعادله که ما رو به آرامش و به موفقیت، سلامت روان، سلامت جسم و سلامت روح و طب همونطور که گفتم روان ما میاره. این اگر تو زندگی ما این روتین رو با نظم و در کنار تعادل قرار بدیم، اون وقتی که ببینیم چقدر انسان سالمتر و پدر مادر سالمتر برای نسلهای آینده است. ممنون خانم دکتر بابک عزیز، خیلی خیلی من خودم استفاده کردم، واقعا صحبتاتون همش کارآمده، جوری که آدم لمس میکنه که واقعا تو زندگی همه اینا رو تجربه کرده و چقدر خوب شما همه رو شکافتین برای ما و شنوندگانمون. سوال بعدی من از شما همینه که خب حالا یه شخصی با تمامی این تکنیکایی که شما گفتین سعی میکنه که نظمی بده به زندگی شخصیش، حالا چقدر این نظم در واقع تو جامعه و در ارتباط
ارتباط با افراد جامعه تأثیر گذاره و چقدر میتونه به نه تنها به شادی خود فرد و در واقع به بهره‌وری زندگی خود فرد کمک کنه، بلکه به شادی اطرافیانش هم کمک کنه. چرا که خیلی از آدم هم هستن که انقدر نظم افراطی دارن، وسواسگونه هست در واقع نظمشون، که شادی رو از اطرافیانشون میگیرن. من میخواستم این نظم رو در ارتباط با افراد جامعه و اطرافیانمون هم در موردش صحبت کنیم. ممنون میشم. خواهش میکنم. ببینید، خیلی مسئله مهمیه که در ابتدا گفتم. ما وسواس رو با نظم باید کاملا مجزا نگاه کنیم. متاسفانه فرهنگ ما وسواس رو خیلی برای تشویق میکنه و خیلی هم بها داده. مثلا بارها ما شنیدیم برو خونه خانم فلانی، به به عسل بریز و بریز، به 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 چقدر تمیزه، همه چیش سر جاشه. بعد وقتی که میری توی اون خانه میبینی که خود خانم خانه که عسل بریز و بریز بلیس بود شده، به اضافه همسر خانه و بچه ها بیمار شدن از دست یک مادر و یک پدر وسواسی. و بعد وقتی که تو جاهای مختلف هم میرن، اینا خیلی وقتا دیدیم که هر رفتارهایی چون بیماریه، وسواس یک بیماریه، دخالت میکنن حتی به زندگی دیگران، اعتراض میکنن، اگر عروسه، اگر به عروسه، اگر به داماده، اگر به بچه خودشونه یا دوست و آشنا و فک و فامیل خودشونه، به خودشون اجازه میدن که حتی در مورد وسواس خودشون که خودشون وسواس نمیدونن، تمیزی میدونن، فشار بیارن و اذیت و آزار لفظی و یا حتی بلندشن دخالت بکنن به نظم و خانه و شروع کنن تمیز کردن و غرغر کردن و به رخ کشیدن خودشون. این حرکت ها حرکت های خیلی خیلی غیر اخلاقیه. حتی اگر عروست، دامادت، عزیزت، دوستت، هر کسی که هست، اگر نظم نداره و تو نظم داری، اولا تفکیک کن در درجه اول که آیا نظم داری و یا وسواسی هستی. اگر وسواسی هستی خانم آقا بیماری، لطفا بیماری تو تلقین نکن به دیگری و سرایت نده به دیگری. اما اگر نظم داری، طبیعتا به عنوان یک الگو او تو را میبیند، لذت هم میبره از اینی که چقدر نظم داری. سر ساعتی که گفتم رفتی اونجا، قولی که داده بودی انجام دادی، اینا همه جزء نظمه. قول و تعهدی که داده بودی انجام دادی و برای دیگران خودتو یک الگو هستی. و اگر احیانا دیگری خواست از تو یه نوعی که کمکش بکنی برای نظمی که تو داری، اون وقت حق داری، اون وقتی که حق داری که ابراز نظر بکنی و کمک بکنی به دیگری که او هم نظمش رو پیدا بکنه و کمک رسانی بهش بکنی. در غیر این صورت فقط و فقط دخالت و فضولی است و بس. و بسیاری از دلها شکسته شده و بسیاری از خانواده ها و زن و شوهرها دعواشون شده به خاطر دخالت های انسان فضول و وسواسی که زندگی ها رو به هم زده و به خودش هم افتخار میکنه که تمیزم. یا چقدر ما دیدیم که به رخ میکشن، آقای فلانی رو نگاه کن یاد بگیر، خانم فلانی رو نگاه کن یاد بگیر، بچه فلانی رو نگاه کن یاد بگیر، دائما در حال برخ کشیدن و مقایسه کردن هستن، که اینا همه شدیداً کارهای غیر اخلاقی و غیر اصولیه که عزیز تو دلشو میشکنی و بیشتر لجبازش میکنی و بیشتر آزار میدی. در مورد که سوال اولتون، همینطور که میبینیم در خانواده تأثیر میذاره و توی جامعه کوچیکی که هستن، به فرض مدرسه که میرن، تو مدرسه، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، من نظم خودم رو دارم، آرامش خودم رو دارم. یعنی وقتی یک انسان با نظم، به طور اتوماتیکلی آرامش متفاوتی داره، آرامشش خیلی به چشم میاد. چرا؟ به خاطر اینکه درسشو خونده، وظیفه‌شو انجام داده، کارشو کرده، ورزششو کرده، غذاشو پخته، خونه‌اش تمیزه، دلیل نداره که نگران باشه. و همین باعث میشه که کم کم تو اون آرامش تأثیر میذاره روی دوستا و آشناهایی که در کنارش هستن. و بعد هی جامعه رو بزرگتر و بزرگتر ببینیم، اونجاست که یک مدرسه یک نظم برداشته باشه،
آموزش و پرورش، بعد نظم خودش رو، قوانین، بعد نظم خودش رو، که این نظم در نهایت که اصل قضیه است سیاست یک کشوره که متاسفانه میبینیم ما در کشوری اسیر هستیم. این گربه ایران ما اسیر مسئولین بسیار بسیار بیمدبر و بیسواد و بیوجدان که فقط و فقط به جیب و آینده آقازاده های خودشون فکر میکنند و بس. نظم و انضباط از جامعه ما بسیار کمرنگ شده و یک جامعه بی نظم یک سیاست بی نظم مساوی با جامعه بی نظم و جامعه بی نظم مساوی با خانه بی نظمه. به همین دلیلی که ما کاری نمیتونیم فعلا برای اون بالا اولی بکنیم، اما برای خود و خانه خود بعد کار کنیم، شروع کنیم برای دوباره سازی فرهنگیمون، تا بلکه در آینده نزدیک و ندور یک با یک اتحاد ملی، یک نظم و یک آرامش و سلامت روان خود و جامعه و سیاست رو فراهم کنیم. ممنون از شما خانم دکتر. خب برای اینکه از خودمون شروع کنیم تا برسیم به جامعه و درجات بالاتر، این سوال برای من الان پیش اومد که ممکنه مثلا توی یک خانواده خانم خیلی منظم باشه و مثلا آقا یا بچه‌ها از اون نظم پیروی نکنن، یا اینکه آقا منظم باشه بقیه از اون نظم پیروی نکنن. چطور میشه یه زن و شوهر هم به روتینای شخصی و اون برنامه‌های روزانه همدیگه احترام بذارن که هر کدوم بتونن اون نظمی که برای خودشون در نظر دارن رو پیش بگیرن، هم اینکه با هم هماهنگ بشن یه برنامه منظمی برای کل خانواده داشته باشن که مسلماً همونطور که تو گفته‌های شما هم اومد بتونن در واقع الگو هم باشن برای بچه‌های خودشون، هم به کارهای خودشون برسن هم به کارهای خونه برسن و هیچ کس این وسط خسته نشه که احساس کنه بار روی دوش اون هست فقط و بقیه واقعاً هیچ همکاری باهاش نمی‌کنن. این سوال شما خیلی عمیق. اگر یک فردی وسواس داره که خب همه چی گیر میده، انسان متشنجیه که با تشنج و استرس بزرگ شده، حالا دیگه به همه چی گیر میده که چون پرفکشنیسته، تمام پرسته، هیچی براش کافی نیست. اما اگر که بخوایم ایدی دیگه زندگی معمولی نگاه کنیم، خب دو نفری که با هم ازدواج میکنن از دو خانواده متفاوته، حتی اگر فامیل هم باشه، حتی چهار تا خواهر برادر که توی خونه بزرگ شدن با هم متفاوتن، با روال ازدواج. حالا که ازدواج کردیم باید نگاه کنم ببینم همون بخش اول پیدا کنم، آیدنتیفای کنم، تشخیص بدم که ضعف من چیست. وقتی میبینم که از همون ابتدا همسر من بی نظمه، لباساشو در میاره پرت میکنه، و یا حتی مثلا من کیس دارم که بچه هاشون بزرگ شدن و خانوم حوارش اینه که آقا میره توالت سیفون رو به اندازه کافی نمیکشه و این اعصاب منو خرد میکنه، یا همون تمامش دوش و زمین خیس میشه، الان 20 ساله بهش میگم که نکن دوش نمیده. ما نمیخوایم بچه تحویل بدیم. اگر احیانا همسر متوجه میشیم که این یاری که انتخاب کردیم از همون ابتدا یاری که انتخاب کردیم بی نظمه، باید بدونیم که خب شاید از خانه بی نظم بزرگ شده. پس خیلی نایسلی به قول انگلیسی ها با زبان خوش و با مهربانی و مهرورزی ازش خواهش بکنیم که عزیزم خواهش میکنم میشه لطفا به واسطه این سبد اینجا یه سبد سریع تهیه میکنم، اگه قراره که سه تا سبد تهیه کنم بس چون طرف خیلی بی نظمه هیچیش کاری نداره که آروم آروم بهش یاد بدم، بدون اینکه اون احساس بکنه که حالا من مادری دارم میکنم یا من پدری دارم میکنم. یه زن شلخته گرفتم که حالا بعد یادش بدم، یه شوهر شلخته کرد. اینجوری نباید نگاه کنیم. وقتی بچه این وسط مخصوصا هست، هر بار که شما قر بزنین و حوار بزنین مخصوصا جلو بچه ها، خودتون رو و همسرتون رو بی حرمت کردین جلو چشم بچه ها و استرس به بچه ها دادین،
و اگر که دو تا بچه دارین و همسر، حالا دیگه سه تا بچه دارین، برای که اون همسر شده بچه بزرگ شما که لجبازی میکنه باهات، کودک لجبازش میزنه بیرون، به دست خود من نوعی که رفتاره غلط میکنم، همش غور میزنم، دائما میرم اگر به فرض یه اتاق آفیسشه، هی میرم اتاق آفیسشو تمیز میکنم، قاقم میکنم، یا تو آشپزخونه به فرض یه غذا میخواد بپزه، همه آشپزخونه رو میریزه به هم، چون بعضی اینجوری هم وقتی غذا میپزن همه آشپزخونه به هم میریزه، هیچ اشکالی نداره، آخر دنیا نشده، همینی که باعث به غذا میپزه خوشحال باشه، آشپزخونه تمیز میشه. ولی وقتی شما بری قول بزنی بهش، نمیتونی اون رو تغییر بدی غیر از اینی که اعصاب خودت رو خرد کردی و اونم لجبازتر کردی. ولی وقتی که برنامه ریزی کنیم که مثلا این چی فکر میکنه که این کار برای بحثی من باشه، این کار بحثی تو، تقسیم بندی کار در خانه حتی بر با بچه ها خیلی کمک میکنه، اون تعاون و همکاری رو خیلی زیاد میکنه. و تشویق کردن که مثلا اگه یه وقتی شوهر یا زن قبلا خودش نخبه بازی میکرد و منظم نبود، همسر چه شوهری چه زن وقتی که میاد میبینی منظمه، تشویقش بکن، به به بکن، به چقدر احساس آرامش کنم، دست درد نکنه، خسته نباشی. واقعا این طرز صحبت کردن دقیقا مثل یک کودکیه که کلی بهش جایزه دادی، چون درون ما یک کودک خوابیده، حواسمون باشه، و همین کمک میکنه که طرف در آینده سعی خودشو میکنه بیشتر بکنه. در کنارشم ببینید خیلی مهمه که اگر احیانا اگر از رو لجبازی داره میکنه که خب کمک حرفه‌ای بگیری، اما اگر واقعا حواسش نیست، سرش خیلی شلوغه، کار خیلی زیاد داره و حواسش نیست که اون نظمی که خانم خونه یا آقای خونه میخواد همسرش داشته باشه، در کنارش وظایف دیگرش رو انجام میده به خوبی، ما نمیتونیم نقاط ضعف یک زندگی زناشویی رو برداریم، هرس بخوریم و تو سر طرف بزنیم و این همه نکات مثبتش رو نبینیم. همین باعث میشه که نکات ضعفش اتفاقا قدرتش بیشتر میشه و رفتارش بدتر میشه. پس با یک زبان خوش، با یک مهرورزی، با دو تا قربون برم، یادمون نره ما دائما بر قربون صدقه هم دیگه بریم، چه برای شوهرمون، چه برای زنمون و چه برای بچه هامون. این صدای قربونت برم عزیز دلم، روزی حداقل سه بار ما باید بگیم I love you، دوست دارم، که تو زندگی ها اصلا کمرنگ شده. اینا عشق میاره، اینا تشویق میاره، اینا انگیزه میاره، اینا هدف میاره، اینا آرامش میاره، و طرف به خاطر اینکه میبینی تو داری زحمت میکشی، از صبح داری همینطور میدوی کار میکنی، بچه کوچیک، بچه بزرگتر، مدرسهش این ور اون ور، اون وقتی که از سر کار میاد اگر قول شما رو نشنوه زحمات شما رو میبینه، ولی وقتی قول شما رو بشنوه چشماش رو میبنده رو همه زحماتی که هر روزه داری میکشه. پس ماجیک یا کلید موفقیت در این مورد رو مهر و عشق ورزی و تشویق داشت. خیلی ممنون خانم دکتر بابک عزیز، واقعا راهکارهای خیلی خوب و سازنده ارائه دادین. امیدوارم که همه ما و شنونده های ما بتونیم که این راهکارهای خوب رو به کار ببندیم و هممون یه زندگی شاد و آروم و منظم رو تجربه کنیم. خیلی از شما سپاسگزارم. حیف که وقت برنامه‌مون دوباره تمام شده. من ازتون سپاسگزاری میکنم و تا هفته آینده شما و شنوندگان عزیزمون رو به خدا میسپارم. اگر خداحافظی دارید بفرمایید با شنوندگان. شب و روزتون خوش، با یک نظم تعادل و آرامش و نبود کم تر کردن استرس، من که استرس چیزی نیست که نباشه، بالاخره پیش میاد، ولی چگونه بتونیم استرسمون رو از خودمون دور کنیم. حتما. با امید باز. حتما. خیلی متشکرم. بدرود.
برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.